خب این خانم با این لیفت تراک یه همچین باکسی رو بلند میکنه، یه همچین انیمیشنی داریم. منتها سوال اینه که گاهی موقع ساختن انیمیشن های انیمه استودیو پیش میاد که شما نیاز به یک سری المان های ساده دارید که بتونید کل حرکت رو طراحی کنید. در واقع کلیک کردن روی بنها یا عناصر توی انیمه استودیو انقدر گاهی شلوغ میشه که سخت میشه. اینجاست که باید بیایید از دایال استفاده کنید. دایال چیه؟ این دوتا استخوانی که اینجا وجود داره دایال هست، یعنی اجازه میده که شما اونها رو بچرخونید و انیمیشن اتفاق میفته. نگاه کنید به انیمیشنی که اینجا داریم و اگر اجازه داشته باشم از طرف شما وکیل باشم، اینو میذارم که فقط شما ناحیه سفید رو ببینید. زمانی که پلی میکنید این خانوم میاد، دنده رو عوض میکنه، جعبه رو میده بالا، دنده عقب میره بیرون. یه بار دیگه خواهش میکنم سرکار خانوم، میاد جلو، میره پایین، میده بالا. حالا به این دوتا دایال نگاه کنید که وقتی انیمیشن داره انجام میشه این دوتا چی کار میکنن. در واقع یکیشون میره بالا، لیفتراک میاد تو، یکیشون میره بالا، لیفتراک میده بالا جک رو. پس این دوتا دایال در واقع کمک کننده وضعیتی هست که اینجا اتفاق میفته. دیگه نمیخواد بیایید رو تک تک این عناصر دستکاری کنید. من این دوتا دایال رو میخوام شما درس بدم. واو، تو فریم صرف وامیستم اینجا روی بن اصلی یا مرکزی، این دوتا رو دلیت میکنم. حالا دیگه این خانوم باید درجا دنده عوض کنه، خبری هم از رفتن نیست. اوکی، تو فریم صفر میستم، دستم رو اینجا توی پنج لایه‌ها یه بار کلیک میکنم روی استخوان مرکزی و بعد میرم بن رو میارم و یک بن رسم میکنم، مثلا توی مایه. خب همچنان که این در حالت انتخابه، میرم در قسمت بون و Make Smart Bone Dial رو باز میکنم. یه اسم اینجا میدم، مثلا اسم رو میذارم حرکت Lift Track. خب اینجا میگم که از 0 تا، یا نه اینجا میگم از منفی 180 تا 0 این به اصطلاح جکش باشه، حرکت دورانی جک، یعنی در منظورم از جک یعنی این بون باشه که اسمش میشه حرکت لیفتراک، و در عرض 240 فریم هم اتفاق بیفته، مانوف بده. اوکی که میکنید پنجره اکشن باز میشه و اینجا پنجره تایملاین آبی میشه. اینجا هم در اکشن مربوط هست به این بون و این هم آبی شده. خب اینو فعلا میذاریمش این بغل، میایم اینجا. میخواد چیکار کنه این جک؟ میخوایم وقتی که اینو حرکتش میدیم یا انیمیشن رو ساختیم این معرفه این حرکت باشه برای ما و بعد ازش کمک بگیریم. خب اگر من پلتک زمان رو در صفر گذاشته باشم، بیام و با این، یا با این بهتره، با این در واقع ابزار ترانسفورم بون، این بون رو انتخاب کنم، فقط یک کلیک کنم، اینجا X دارم، اینجا صفر بدم، ببینید میره جلو، درسته؟ من اینجا رو میدم مثلا منفی 10. خسته نباشید. البته میتونیم یک کار دیگه بکنیم، با offset کار کنیم، راحت تره.
آفست رو برداریم، شیفت رو نگه داریم و این رو ببریم بیرون. خب حالا بیایم در فریم 240. اگه دقت کنی لیفت من شروع میکنه از 0 تا 100 و منفی 180 این شکلی تقرار میکنه. میام در 240، دایال هم چرخید. اینجا دیگه شما افست ندارید که بخواید کار کنید، باید از ترانسفورم استفاده کنید. اینجا این هست عددش، این رو بکنید مثلا 1، این میاد جلو. این رو بکنید 2، یا بکنیدش 2.5. یا بکنیدش 3. خب میبینید که کار تموم شد. یعنی اگر الان پلی کنم میبینید که همچنان که این داره میچرخه ظرف 240 فریم، این میاد و میاد اینجا میخواد بزنه زیر این. خب من دیگه اکشن رو ببندم، اینو استاپ کنم. این لیفت تراکش، این دایال شما زمانی که دوران میکنه در واقع کرکتر شما حرکت میکنه. حالا خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که میتونید بفهمید در واقع چی به چیه، چند درصد اومده. حالا بریم سراغ یک کرکتر. مثلا میخواییم که وقتی خواییم گوشاش که میچرخه این شکل کمکی رو داشته باشیم. ببینید در فریم صفر میستم و دستم رو میذارم روی بالاترین لایه و یه دونه از اینا رسم میکنم. وقتی رسم کردید برید و دایالش کنید. برای دایال اسم براش بذارید، مثلا گوش ها میذارم. اینجا باز میشه، سمارت بون هم باز میشه. اینو میذارم اینجا، فعلا کاریش نداریم، چیز خیلی واجبی نیست ولی باید باز باشه. در فریم 240 که این دیگه به اینجا میرسه، من میخوام گوش بره بالا. بنابراین در لایه داگ با این سلکتور گوش رو انتخاب میکنم و مثلا الان رو لایه گوشیم دیگه، نمیدونم کدوم اینا باشه، شاید این باشه بعد، و این رو با این رو من اینجا انتخاب کنم. و گوشش شبیه باز شده میکنه. حالا اگر دقت کنید همینطور که این جک ما از اون بالا میاد پایین، در واقع این که میاد پایین، این دایال ما میاد پایین، گوش هم تکون میخوره. این که چرا این اینجوری میشه، این ربطی به این ماجرا نداره، یه انیمیشن دیگه است و شما پس میتونید لایه رو هم به این اساین کنید. این گوش رو هم به همین لایه من اساین میکنم، منتها من این سر رو موقتاً با سلکتور انتخاب میکنم و مخفیش میکنم تا بتونم این گوش رو انتخاب کنم. خب حالا در فریم 240 نیستم و اینجا این سه تا رأس رو انتخاب میکنم، کمی فاصلش میدم و اینو به این صورت در میارم. حالا اگه دقت کنید جفت گوشام در واقع به این شکل تغییر میکنند. طبیعتاً یه چیزی مثل
در واقع این در رندر نمیاد. یعنی اگه من این رندر کنم میبینید که اون در رندر نمیاد، ولی کمکتون میکنه برای اینکه بفهمید چه حرکت هایی دارید و در واقع بتونید زاویه ها رو داشته باشید بر این اساس. این یکی از امکانات این نرم افزاره که بهش میگه دایا. خواستم این رو هم یاد